سلام به اولین ویدیوی سال 1403، خیلی خوش آمدید. عید همگی مبارک، امیدوارم که سال خیلی خوبی رو داشته باشید. بی معطلی میریم برای یه ویدیوی آموزشی VFX خیلی جذاب. خب طبق معمول اولین کاری که میخواییم برای اینکه اون فوتیج ویدیویمون رو ترکش رو انجام بدیم وارد بخش موشن ترکینگ میشیم. خب ویدیوی من این هست، من اینو جزئیاتش میخوام ببینم. از قسمت دیتیلز فولشتیه و سی فریمه، پس من میام اینجا اینو میذارم روی سی فریم. این خیلی مهمه، این یه فریم این ور اون ور بشه توی نوار تایملاین هست، دوربینتون میخواد ترک پوینت رو انجام بده، مثلا نیم ثانیه این ور اون ور میشه. خب به این نکته خیلی دقت کنید. من ویدیو رو وارد میکنم اینجا، ست سین فریمز رو میزنم، 626 فریمه. خب روی نوار تایملاین من دارم میبینم این کل فریمه منه. خب حرکت های زیادی داره دیگه، جلو عقب داره. پس من میام از قسمت موشن اینجا روی لوکیشن روتیشن و اسکیل همه رو فعال میکنم. تیک نورمالایز هم میزنم، برمیگردم روی فریم صفر یا حالا یک، دیتک فیچرز رو میزنم و همین نقاط تعداد کافیه. من روی ترک میزنم که تا آخر پیش بره و یه سری هم از آخر به اول. دوباره دیتک فیچرز رو میزنم و این سری از آخر به اولم ترک ها رو انجام میدم. خب نوار تایملاین رو یه ذره میرم بالاتر. خب اون قرمزی ها باید حذف بشه دیگه، اون ارور ها قبلا هم گفتم از بخش سالو میاد و از قسمت کلین آب. مقدار فریم یعنی اون توتال فریم، مجموع فریم ها تون 626 تو برای منه و این هم میتونید روی یک عددی بذارید من و تایپش رو میذارم روی دیلیک ترک و کلین ترک رو میذارم که فقط اون ترک هایی که تمیز هستن و ببینید این دامنه ها چقدر صاف و تمیزن برای من باقی بمونه. همینا کافیه. برمیگردم روی فریم صفر و روی سالوام که هستیم، فوکالنت و اپتیکال و رادیونو تیکاش فعال میکنم. روی سالف کامرا موشه میزنم که برای من دوربینش رو بسازه. دوربینش رو ساخت، میام پایین تر و از اینجا ستاپ ترکینگ سین رو میزنم. دوربین من ساخته میشه، ببینید اینجاست. من هنوز براش تعیین نکردم که زمین من کجاست، این دقیقا باید بهش به سیستم بفهمونم. خب برمیگردم روی فریم یک و اینجا که زده فلور، ما باید حداقل سه تا نقطه رو انتخاب کنیم. ببین مثلا من اینو میزنم و این یکی و مثلا حالا این یکی و روی فلور میذارم که زمین من رو تعیین کنم. یکی هم میمونه فاصله و ست اوریجین هم میشه همون مرکزش. میتونید اینجا ست اوریجینش هم تعیین کنید، من زدم و set scale. ببینید نمیشه تو ترک، دو تا ترک رو باید انتخاب کنید، مثلا این و این و من set scale رو میزنم. از اینجا مقدار فاصله همون distance رو تعیین میکنم براش. ببین مثلا فاصلهش تو دوربین اینقدر باشه، اوکیه. خب ببینید این شد دیگه، این کیوبه با این پلنه دقیقا روی این نقطه فیکس شده. آها یه نکته بچه ها، اینو فکر میکنم از منم پرسیده بودید، من البته توی ویدیو قبلی هم توضیح دادم، این گوشه هاش میبینید یه همچین حالتی داره، یه حالت مثلا چه نام یه آینه مهدبی چیزیه. این به خاطر اینه که شما باید از این قسمت، ببین من N رو میزنم، از قسمت ترک میاد پایین، کامرا لنز، ببینید این فوکال به خاطر فوکال لنز، اینو شما باید ببرید بالاتر. مثلا من اینو میذارم روی 35، اینو که بزنید دیگه اوکی میشه. خب من بردمش بالاتر و این قسمت نواحیش برای من اوکی شد. از قسمت کامرا دوربین اپاسیتش هم میبرم بالا که واضح تر بتونم ببینم. من کیوب اینجا رو حذف میکنم و این پلنه که روی زمینه هیچی، خورو بزرگش میکنم اینجا. میخوام چند تا روزنامه بیارم که بر اثر مثلا یک نیروی بادی روی هوا همجوری حالت گردباد دور خودش بچرخه. خب چند تا روزنامه. خب من از قسمت فایل روی ایمپورت میزنم و اون فایل مدل حالا مدل سبودی که نمیشه گفت، اینکه شما یه دونه پلن میارید و بعد تکسچر روزنامه رو از توی گوگل دانلود میکنید، یعنی کار خاصی نداره، بعد روزنامه‌تون درست میشه. الان من وارد میکنم. خب من روزنامه رو ایمپورت کردم، ببینید برای من اینه، این ستا رو آوردم که میخوام با استفاده از پارتیکل اینو مثلا بکنمش 300 تا. خب برگردم به نمای دوربین، البته خب این اینجا من همینجا کارم هم میتونم انجام بدم. من شیفت ایو میزنم و یه پلن وارد میکنم، اسم اینو میذارم پارتیکل، این میشه پارتیکل ما. خب
دید من اینو میخورده ببرم بالاتر. خب میرم بخش پارتیکل رو این به اضافه این میزنم اینجا. مقدار میخوام ببینم مثلا چند تا روزنامه باشه، 200 تا 300 تا اینا اوکی هست، روی این میذارم و این هم میذارم روی این مقدار باشه چون میخوام ثابت باشه. و لایف فریم میشه حالا میذارم روی، میتونم روی همون 626 فریم باشه که تا آخر باید همراه من باشه. خب من این سه تا روزنامه رو امرو میذارم و توی یه دونه کارکشن جدید میذارم مثلا پیپر و اوکی میکنم. خب پارتیکل میام از قسمت رندر، رندر از رو من معمولا توضیح میدادم توی آموزش قبلی همیشه روی آبجکت بود، این سری روی کالکشن میذارم و کالکشن هم که همون پیپره روی این قرارش میدم. ببینید اینجا برای من روزنامه ها نمایان میشه. من شیفت ای رو میذارم و از قسمت نیروها یا همون فورس فیلد یه ورتکس میارم، بزرگش میکنم میخورده. ببینم این پلن من کجاست، اینجاست، یه ذره بزرگتر، یه خورده به سمت بالا. و از قسمت تنظیماتش اینو میتونم بذارم روی 3000 تا یا 4000 تا و این میتونم بذارم روی منفی 1. جهت مثبت ها باشه این ورتکس میکشه داخل، مثل یه هواکش میکشه داخل، ولی منفی باشه پخشش میکنه که شما اینو با آزمون و خطا میتونید انجامش بدید. خب این پلنی که اینجا قرار داره من روی کالیژن میذارم که برخورد پارتیکل ها دقیقا به زمین به این شکل انجام بشه. من یه کاری که یادم رفت، من به این روزنامه ها شیپ ندادم. ببینید اینو من باید تنظیم کنم. من الان ببینید از این قسمت و اینجا حتی یه خورده بزرگتر میتونم کنم که این باید یه حالت مچاله اینا هم داشته باشه دیگه. یه حالت مچاله شدگی و دورفتگی باید داشته باشه. به این شکل و از این قسمت هم به این شکل. خب الان من توی این قسمت ببینید این روزنامه ها رو من باید اسکیلش کنم و کنم یه ذره بهش رندوم اسکیل هم بهش بدم و روتیشنش هم فعال کنم. از اینجا این قسمت یه رندوم فیز هم بهش بدم و تیکت های نمیشه هم میزنم. و از قسمت فیزیک هم اینجا میتونم یه ذره بهش درک بدم که خیلی پخش شدگی نداشته باشه. البته اینو ما باید توی این ما باید اینو هی تست کنیم و ببینیم که به طرز صحیحی اون نیروه درست اعمال بشه. خب ببینید من اینجا حتی میتونم اینو روی 4000 تومن بذارم و قسمت نیرو رو یه خورده ببرم بالاتر و اینو یه خورده کجش بکنم که بیاد به سمت بالا، چون اگه صاف باشه به سمت بالا نمیاد. خب اینو به این شکل در میارم و ببینم که چه اتفاقی میفته. یه همچین حالتی دقیقا هم میشد. بذارید من اینو بذارم روی قسمت شما هم اینجا ببینید یه پریویو داشته باشم از اینجا. این به همچین حالتی در میاد. اگه میخواد که این قسمت بیشتر متمرکز بشه از همین تنظیمات پارتیکل میایید پایین و این درگش رو بیشتر میکنید. ببینید الان روی قسمت مرکز تمرکزش بیشتر شده، به اون قسمت میمونه، به زمینم که برخورد میکنه. چون ما براش زمینم تعیین کردیم دیگه، چون اگه اون کالیژن زمین رو نمیذاشتیم اصلا میرفت زیر زمین محو میشد. و از قسمت پارتیکل میام و اون از قسمت ویوپر دیسپلی و شامل امیتر رو میذارم که اون پلنه بره. یه پلنی که اینجا هست فقط با اون قسمت از ناپدید میشه، میتونیم هایدش کنیم. خب میتونید نیروهای دیگه هم بدید، مثلا این که باد، یه چیز دیگه هم که هست میتونیم یه توربیولنس هم اینجا بدیم. بذارید من اینجا ببینم، این هم یه سری ناهمواری ها ایجاد میکنه.
و در نهایت از قسمت همین تنظیمات پارتیکل از قسمت کش میاد و بیک رو حتما میگیرید. این بیک رو که بگیرید دیگه از اول نمیاد محاسبه کنه، دیگه یه بار محاسبه کرده و دیگه خیلی راحت میتونید رندرتون رو بگیر. میرم وارد تنظیمات رندر میشم، روی سایکل هست و اینجا هم مقدارش رو میذارم روی 32 فکر میکنم اوکی. باید حالا یه رندر بگیرم تا ببینم اینم که ترنسفر. آها موشن بلور رو حتما باید زده باشه چون ما یه انیمیشن خیلی سری داریم و در نهایت هم رندر. خب در نهایت شد این، ببین کنم یه ذره سریع شد اون حرکات باد و روز تکون خوردن روزنامه اینا، ولی خب شما وقت بیشتری دارید و قاعدتا میتونید خیلی قشنگتر درست کنید.